به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن بارانی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به عرصه اقتصادی در ایران و نقش سپاه پاسداران در این عرصه. آنچه که آقای حسن روحانی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز گذشته در ارتباط با مخالفان مذاکرات هسته‌ای گفته است و مسائل دیگر، تفکیک جنسیتی یا بیرون راندن بانوان گرامی ایران از اداره‌ها توسط کارگزاران حکومت فقیه، و نیز نگاهی خواهیم داشت به عرصه منطقه، به منطقه آنچه که در عراق می‌گذرد و دیگر کشورهای پیرامون ایران، وضعیت دردناک کودکان کرد، کودکان ایزدی کرد و مسئولیت دولت خودمختار آقای مسعود بارزانی، مسئولیتی که به گفته منتقدین به آن عمل نشد در دفاع از کردهای ایزدی و مسیحیان کرد. پرسش‌ها در مورد عرصه اقتصادی ایران بسیار است. در میان می‌گذاریم با آقای دکتر جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، چون سه شنبه های دیگر با من و شما هستند آقای ناصر محمدی گرامی، روزنامه نگار سرشناس ایران در استودیوی ایران فردا هستند در لندن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اسدی عزیز خوش آمدید، با سلام به شما و خجسته باد اینکه ریش بر باد دادید. درود بر شما جمشید چالنگی عزیز، سپاسگزارم که منو به برنامه خود پذیرفتید. با درود به مهمان عزیزتون آقای محمدی، افتخار حضور دارم در پنل مشترک با ایشون و به ویژه درود به هم مهنان عزیزم. بسیار خوشحالم که خدمتشون میرسم، آنطوری که جمشید عزیز میگوید بدون ریشک، امیدوارم مقبول افتد. حتما چنین خواهد بود، جوانتر و شادابتر مثل ایام جوانی که با همو در کنار هم بودیم در ایام جوانی روزنامه نگاری. آقای محمدی گرامی سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی و همچنین جناب دکتر اسدی گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجای این گیتی پهناور که هستند، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای ناصر محمدی عزیز، ببینید از اینجا آغاز کنیم که آقای حسن روحانی روز گذشته در واقع مورد حمله قرار دادن، کسانی رو که قر میزنن در حاکمیت نسبت به مذاکرات اتمی. تفسیر شما رو میشنویم، این شکاف ها رو به کجا داره؟ حضور رو ترس کنم. ببینید جناب چالنگی، امروز هم اتفاقا در مجلس مسئله ای رو مطرح کردن که حالا عده خواستار آن شدن که چون ایشان جایگاه ریاست جمهوری رو شأنش رو حفظ نکرده، باید بیاد و احیانا در یک جلسه غیر علنی شرکت بکنه و توضیح بدهد. آنچه که آقای روحانی گفتند حرف بسیار درستی بود به نظر من جناب چالنگی. مسئله این استش که نظام جمهوری اسلامی واقعا از نظر اقتصادی که جناب دکتر از من بسیار بهتر میدونن، واقعا به زانو در آمده، کار دیگری نمیتوانه بکنه، باید این مذاکرات پیش برود. تازه اون همچی کار آسونی هم نیست، چون به هر حال کشورهای غربی هم الان که دست بالاتر رو دارن
بسیار ممکن استش که شرایط دیگری هم بذارن، شروط دیگری هم بذارن و کار مشکل تر کنن. از اون ور میبینیم آقای روحانی در داخل با گروهی در واقع طرف هستش که همونهایی بودن که در دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد دائما از سیاستهای غلط آقای احمدی نژاد حمایت میکردن، تا جایی که کار به جایی رسید که این تحریم ها برقرار شد. حالا اون موقع اگر مثلا آقای احمدی نژاد می آمد و واقعا حرفایی که می زد آدم نگاه می کرد می دید، فرض بکن می گفت آبو بریز اونجا که می سوزه، فرض بکن قطعنامه‌دانشان پاره بشود، از این حرفایی که می زد همه تشویق می کردن. حالا ایشون آمده گفت آقا اینهایی که این همه دل واپسن واقعا بزدل سیاسی هستن، از نظر سیاسی اون جرأت و جسارت رو ندارن. میخواهد بگوید آقا چه کار میشود کرد در شرایطی که کشور از نظر فساد اقتصادی که غرق هیچ، از نظر مالی هم کفگیر دولت به ته دیک خورده، شاید بتوان از این راه به جایی رسید که اقلا به طور نفتشو بفروشه یا پولهای آقای محمدی. حالا خطاب ایشون به هر کسی بود در جناهای مختلف در حکومت، خب طبعا متوجه شدن، ولی گروهی هستن در خود جمهوری اسلامی مثل آقای سعید قاسمی، پاسدار بوده، از مسئولان سپاه پاسداران، نشانه ای هم از بزدلی در حرفاشون دیده نمی شد. ایشون اومد و با صدای بلند هم اعلام کرد، حتی با لحن غیر مرسوم درباره آیت الله خامنه ای صحبت کرد. خیلی صراحتا گفتش که آقا جان یک قطعنامه پایان جنگ رو به خورد ما دادید. این حرف برمیگشت با آیت الله خمینی دیگه نیست. بله الان ما اجازه نمیدیم همچین قطعنامه‌ای رو دوباره به حلقوم ما بریزید بعد از این همه سال این همه مخارج و فلان و فلان و فلان. بله. من حرف من نمیگم این درست میگه، نمیگم اون یکی، اینا رو بینندگان تحلیل خواهند کرد. بله. اما حرف این هست که چه کسانی پس مسئول این هستن در این 8 ساله 10 ساله این همه مشکلات ایجاد شد به خاطر مسئله اتمی و بدون پاسخ بمونه. اگر عامل اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم، بله اگر عامل اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم که چه کسی مسئول است، باید در بیت رهبری سراغ خود ولی فقیه برویم که اون موقعی که از آقای احمدی نژاد بی دریغ و بدون واقعا حد و اندازه حمایت میکرد نتیجهش همینه. آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل شعار محو اسرائیل میداد، شعارهای دیگر میداد علیه غرب، آقای خامنه ای هم پشتیبانی میکرد و رسیدیم به اینجا. اما آنچه که آقای قاسمی و دیگران میگویند و نگران این جام زهر دوم هستن، اینو باید بدونن که جام زهر دوم رو خواهی نخواهی باید این رهبر دوم جمهوری اسلامی نوش جام بکنه، هیچ راه دیگری هم به اعتقاد من نداره، و الا از نظر اقتصادی کار به جایی خواهد رسید که با طغیان عمومی ممکن است در داخل روبرو بشویم. آقای دکتر جمشید اسدی دار نخست نیست، میهمان برنامه ما هستند. بیوگرافیشون اگه من بخوام توضیح بدم خب بسیار طولانی تر از وقت ما هست. شما حتا میدونید، فقط اشاره میکنم به تحلیل های ایشون که روی وبسایت های مختلف هست و میتونید مراجعه کنید و ببینید نکات بسیار بسیار مهمی در تحلیل های اقتصادی ایشون دریافتنی و خواندنی هست. پرسش من این هست، آقای محمدی اشاره کردن که وضعیت اقتصادی در صورت ادامه تحریم ها به وضعیت انفجاری خواهد رسید، آیا این تحلیل واقع بینانه است؟ به اضافه این که اساساً هزینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی که بر سفره مردم ایران تحمیل شد. بدون شک اقتصاد ما در حال فروپاشی است. اتفاقاً چند وقت پیش در این مورد امکان گفتگوی داشتم و شرایط اقتصاد ایران رو اینطور تحلیل کردم که به یک روایت میتوان گفت اقتصاد ایران بهتر میشود، اما این اقتصاد بهتر روزگار مردم را بهتر نخواهد کرد. یعنی چه؟ اقتصاد ایران رو اگر یک
غریقی در نظر بگیرید 5 متر زیر آب باشد. حالا اظهار خوشحالی میکنم که نخیر، وضع بهتر شده، 3.5 متر زیر آب است. خب بدیهی است که 3 متر زیر آب بودن بهتر از 5 متر زیر آب بودنه، اما کماکان 3 متر زیر آب هم نمیتوان نفس کشید. چه چیز باعث خوشحالی آقایان شده است؟ اینکه رشد منفی 5% اقتصاد در زمان آقای احمدی نژاد مژده دهید که الان ما 1.5% امکان آن هست که رشد داشته باشیم، یعنی می شود به نسبت 3 سال گذشته کماکان 3.5% معقبتر از اقتصاد 3 سال گذشته هستیم. فکر کنید جناب محمدی، جناب چالنگی، که هزینه ها اطراف شما، برای به اقتصاد و ملت هم کاری نداشته باشید، همین اطراف شما در لندن، در واشنگتن، خب اینجا این اتفاق نیفتاده، اما فکر کنید هزینه ها 30% رشد میکنه و درآمد شما 3% کمتر میشه، ببینید وضعتون چطوره. این وضع اقتصاد ایرانه. حالا میگن خوشحال باشید، ما 2 سال پیش 5% درآمدمون کم شده بود، حالا فقط 3% درآمدمون کم شده. خب اون تورم که اینقدر بالا میره، هزینه ها بالا میره، که فرقی نمیکنه واسه مردم. یعنی چه میشود؟ یعنی هزینه ها سقوط میکنه، درآمد ها سقوط میکند، هزینه ها بالا میرود. و حالا چون سقوط درآمد کمتر از گذشته است، اینو به عنوان دستاورد فکر میکنه. چون این نیست. وضع اقتصاد ایران کماکان اقتصاد نامناسبی است. تازه اگر ما به شرایط 3 سال پیش برگردیم، تازه شرایط عقبتر از برنامه چشمانداز 20 ساله است که میگفتند نرخ رشد باید بین 5-8% باشد تا ما جلوی افزایش بیکاری را بگیریم، نه اینکه بیکاری را کم کنیم. بیکاری اون زمانو که حالا البته این برنامه را آقای احمدی نژاد کنار گذاشت. من نمیخوام این پاسخ رو طولانی بکنم، ولی اگر وقتی بود به من اجازه بدید در مورد این صحبت آقای روحانی و عصبانیتش هم یک نکته عرض کنم. حتما بفرمایید، به خصوص اینکه آقای محمدی تحلیل خودشون رو در این زمینه گفتن. ببینید جمشید گرامی، من مخالف شرکت در انتخابات بودم و بدیهی است که به آقای روحانی رأی ندادم، اما آقای روحانی در این مدت یک کار نیک کرده است در دولت خودش و ما به عنوان ایرانی و برای منفعت ایرانی اینو باید پشتیبانی کنیم، و آن مذاکرات در مورد پرونده هسته است و به موافقت رسیدن. یک، این کار درست آقای روحانی است، اما در مورد اینکه میفرمایند بزدل، اشتباه میکنند. مخالف ایشون بزدل نیستن و بسیار شیردرن. شیردری های ایشون رو خواهند دید بعد از این و من ذکر خواهم کرد. به عنوان مثال، یک جریانی است در ایران که این جریان در ایران هر وقت فرادست شده است، منافع ملی ما را سوزانده است، اقتصاد ما را در هم شکسته است. برای اولین بار از این اتفاق، حتی در زمان مرحوم مصدق هم به این گستردگی اتفاق نیفتاد، این تحریم های گسترده علیه ایران هیچ وقت سابقه نداشته. پیش از انقلاب رشد اقتصادی ما تا 10% هم رسیده بود، ببینید الان چطوره. این شرایط هیچ وقت وجود نداشته در این مورد، و پرونده هسته‌ای یکی از مهمترین عوامل این کاره. خب این مشکل رو اگر حل نکنن، وضع ما بدتر میشه. یک عده‌ای که این مشکل رو حل نمیکنن، نه اینکه بزدلن و میترسن که با غربی صحبت کنن. آقا اینها همونایی هستند که میفرمایند با رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کار؟ اینها هموناست که میفرمایند اسرائیل باید محو بشود. اینها همونایی است که میخواهند ولایت امر شیعیان جاری و ساری بشود در منطقه. اینها هستند. آقا این در نشریات خودشان آمده است. شما نشریه ترازو که نشریه بسیار وزینی هست، مال محافظه‌کارها، این را بخوانید ببینید در مورد سلطه شیعیان در منطقه چه میگوید. در نتیجه این بزدلی نیست، این 2 جریان مخالف است و این رویارویی با این جریان غیر قابل بازگشت است. یا این رویارویی خواهد شد، جنای بر جنای دیگر پیروز خواهد شد، یا آنها کار خود را خواهند کرد. اون چیه که آقای اسدی اشاره میکنه، مجموعه احتمالاً
اشاره نیز به این هست که همون نیست که خط امام خونده می شد آقای اسدی در جمهوری اسلامی. بله، یعنی البته خط امام که الان می دونید هر کسی خودش رو خط امام می دونه. ببینید یک جریانی هست یعنی که خطرناکتر از خط امام است. خط امام خب نه جریانه. ببینید این جریانی هست که معتقد به توافق اسلام با تعبیر و روایت شیعی در ایران است و هیچ چیز دیگری رو بر نمیتابد و این همون نکته است که آقای اسدی عزیز ببینید این همه این نکات با آیت الله خمینی میاد. آیت الله خمینی است که میگوید ملیگرایی کفره. آیت الله خمینی است که میگوید به اصطلاح اسلام مقدمه بر همه چیز هست و رابطه با غرب ما میخوایم چه کار کنیم. آیت الله خمینی است که به هر حال ایران رو درگیر یک جنگ 8 ساله میکنه که راه قدس چون از کربلا میگذره. سرمنشه این چی که الان وجود داره رو حالا اسمشو خط امام هست، این خط چندین خط دیگه داره، 7 خط یا 8 خط یا چند خط دیگه بماند، ولی سرچشمش افکار آیت الله خمینی است نیست؟ بدون شک، بدون شک در این مورد. اجازه بدید یک نکته رو من عرض بکنم در این مورد. آقای رفسنجانی در خاطرات خودشون، حالا دقیقا نمیدونم کدوم هست این خاطرات، ولی اگر لازم باشه پیدا میکنم، در خاطرات خودشون میفرمایند که خدمت امام رسیدیم و گفتیم که هممیهنان ایرانی های برادران مسلمان سنی مذهب در مناطق ناراضی هستند. آیا اجازه میفرمایید آنها مراسم خودشون رو به همون روایت سنی اجرا بکنن؟ حضرت امام پاسخ میدن نه. حضرت امام پاسخ میدهند نه. در نتیجه ببینید این که امروز در مقابل داعش تندروی افراطی میخواهند صحبت از اسلام جمهوری اسلامی بکنند که اسلام مسالمت جوست، این درست نیست. من نمیگویم ما مسلمان های مسالمت جو در کشور نداریم، داریم و فراوان داریم و جز آموزگاران من روشنتر از این نمیتوانم بگویم من آدم لایق، اما اینها در قدرت نیستن. هر وقتم که قدرت داشتن از قدرت پسرانده شدن. حالا این بحث طولانی تری خواهد شد که مسلمان معتدل هم وقتی که به قدرت برسه آیا همون معتدل خواهد ماند یا خیر. برمیگردیم به استودیو لندن. آقای ناصر محمدی تحلیل شما رو درباره اون چه که آقای اسدی عزیز گفتن میشن. والا یک نکته ای که ایشون میفرمایند و به درستی هم میفرمایند درست است که برخی خب بزدل نیستند و در واقع اساسا راه خودشون رو دارن میرن، از این تحریم ها هم سود خودشون رو میبرند و میدانیم که از همین تحریم ها پرونده های زیادی الان دیگه رو شده، امثال مثلا بابک زنجانی و یارانش و همدستانش مایه های زیادی بردن، پول های زیادی بردن. اما اون اشاره که آقای روحانی میکند به کسانی داره اشاره میکنه، همونجوری که آقای اسدی هم اشاره کردن، واقعا این مسئله مذاکرات اگر را نمیافتاد چه بسا الان تحریم های بیشتری در راه بود، یعنی با تحریم های بیشتری اصلا مواجه بودیم. و حالا حداقل کاری که کرده جلوی تشدید تحریم ها رو گرفته، اندکی از پول ها آزاد شده. میدونید که تحریم ها رو بخواهند بردارن تشریفاتش بسیار طولانی است و سالها طول خواهد کشید. اما اشاره که آقای روحانی میکند به اون گروه از کسانی است که میخواهند مشکل حل بشه، در واقع مخالفتی با اصل مسئله ندارند ولی دائما احساس دلواپسی همونجور که خودشون میگن میکنند که مبادا ارزش ها و آرمان های انقلاب زیر سوال برود، از بین برود، تضعیف بشود. و آقای روحانی و گروهش هم گفتند که ما همه این کارها رو با اطلاع و با مجوز رهبر در واقع داریم انجام میدیم. اجمالا میخواهم عرض بکنم ببینید این مشکل اقتصادی چنان دامن ایران رو گرفته، چنان دامن جامعه و جمهوری اسلامی رو گرفته
راه پس پیش باقی نگذاشته. حالا اگر دقت بکنیم که خانم وندی شرمن همین هفته پیش وقتی که در کنگره آمریکا صحبت میکرد شرایط دیگری را هم مطرح کرد که تازه اگر به توافق برسیم باز هم تحریم ها رو بر نمیداریم. اشاره میکرد به حمایت از تروریسم که توسط نظام جمهوری اسلامی انجام میشه و مسئله حقوق بشر. خب نگاه که بکنیم درستر و همون جوری که شما هم اشاره فرمودین، واقعا با همون اسلام سیاسی که 35 سال پیش در ایران پایه‌گذاری شد هست که این مشکلات الان در منطقه داریم میبینیم. اینا همه یک پکیجی است که متصل به هم دیگه است، ولی اگر بخواهد واقعا راه باز بشه چاره دیگری جز این که مذاکره بکنن؟ آقای روحانی میگه آقا آخر هر جنگی هم که باشه بالاخره باید مذاکره بکنید. حرف درستی است، کار دیگری نمیشود کرد، ولی این دلواپس ها چرا اون موقع دلواپس نبودن وقتی که دولت در 8 سال گذشته واقعا با کارهای خودش با تحریکاتی که انجام میداد اساسا موجب این تحریم ها شد؟ شما ببینین الان هواپیمای آنتونوف سقوط میکنه، سانحه هوایی پیش میاد، میگن مربوط به تحریم ها. اساسا ربطی به تحریم نداره. تازه اگر مربوط به تحریم ها باشد چه کسی باعث این تحریم ها شده؟ خب خودشون این کار رو انجام دادن. من فکر میکنم خطاب آقای روحانی به اون گروه هست و الا یک گروه هستن که بله درست است بزدلم نیستن، در صحنه هم هستن و میخواهند قدرت رو بگیرن چنان که داشتن در دستشون. همین الان هم قدرت رو حالا وقتی برگردیم در نیروی انتظامی، در سپاه، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی قدرت در دستشون هست و متاسفانه شاهد یک جنگ بین جناها هم هستیم جناب چلنگ. البته همونطور که بارها اشاره کردم منظور از قدرت همه ما میدونیم منظور چی هست، اشاره میکنم ما هم قدرتی داریم بسیار مهربان، مسئول تدارکات برنامه تفسیر خبر نیست هست، ایشون در دفتر لندن. و کاش تمام قدرت طلبان چون قدرت ما، قدرت ایران فردا، خیرخواه جامعه. یک نکته رو که اشاره کردن هم آقای اسدی و هم آقای محمدی، مسئله دیدگاه های اسلامی هست، دیدگاه های دینی هست. در این دیدگاه های که از شرق تا غرب منطقه رو در بر گرفته، از سازمان های مثل حزب الله لبنان گرفته تا سازمان های اسلامی سودان در آن سوی آفریقا و همینطور گاه فیس در الجزایر و تونس که میدونیم خود در الجزایر نزدیک به 200,000 کشته بر جای گذاشت، سازمان های اسلامی سر بریدن در دهه‌های 80 و 90 برات. و اکنون داعش، القاعده، طالبان، حماس و بقیه در نگاه اونها در عمل اونچه که دیده میشه انسان ارزش چندانی نداره، انسان هیچ گونه ارزشی نداره. صدها هزار نفر کشته بشه مهم نیست، راه قدس از کربلا میگذره. همونطور که میبینیم در مورد منطقه در غزه، افراط اسرائیل در پاسخگویی قابل سرزنش و ملامت به طور قد، شهرکسازی اسرائیل به طور قد در مناطق فلسطینی قابل سرزنش. اما دولت محمود عباس خواستار برقراری صلح و تشکیل کشور فلسطین. در این سو یک سازمان اسلامی حماس بیش از 1900 نفر رو زمینی ساز کشتنشون میشه. همین ساعتی که ما صحبت میکنیم در قاهره مشغول مذاکره هستند و پذیرفتن شرایطی که روی میز برابر اونها موسی ابو مرزوق گذاشته شده و بقیه، و اون رو هم ضمناً پیروزی قلمداد کردن. و اون چه که داعش داره انجام میده و اون چه که در ایران انجام میشه به نام اسلام یا هر استنباطی که هست، من فعلا واردش نمیشم. اون چه که مشترک هستن هم از شیعه سنی اینه که جان انسان برای پیشبرد هدف‌های سیاسی خودشون پشیزی ارزش نداره. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
آقای اسدی عزیز، ببینید در ایران مشکلات اقتصادی بسیار هست. شما به مراتب و با دقت بیشتر قطعا تمام اخبار رو دنبال میکنید. الان کارگران در خوزستان باز سنتی شده، یعنی اگه کارگری حقوقی دریافت کنه مثل اینکه عجیب هست. و مسائل دیگه ای که هست که میدونیم، مردم بهتر از ما میدونن، بینندگان آنچو در ایران. واقعیت این ایران در این وضعیت موجود میتونه با درآمدهایی که داره، با امکاناتی که داره، آیا میتونه یک کشور مرفعی باشه؟ کارگرانش به موقع حقوق بگیرن، معلمین به موقع حقوق بگیرن و و و و بقیه مشکلاتی که هست، این گرانی برطرف بشه، یک زندگی معقول ایران امکانشو داره یا نه؟ ببینید جناب چالنگی عزیز، ما قبل از انقلاب بیکار در کشور نداشتیم. اینی که خدمتتون عرض میکنم احتیاج به تحقیق و تفحص ندارد. نسل من و شما این را به چشم دیدیم که چقدر خارجی در ایران میآوردند در رده های گوناگون. برای اینکه بیکاری در کشور از میان رفته بود هیچ نیرو کم داشتیم. تازه این را کسی میگوید، جمشید اسدی ارادتمند شما، که بسیار انتقادی هستن به استبداد سیاسی دوران پیش از انقلاب، ولی وقتی تحلیل میکنیم خب تحلیل میکنیم. آیا ایران توانش آن را دارد که به یک اقتصاد شکوفا برسد؟ آقا با قدرت بسیار جمهوری اسلامی این توانش را در هم شکسته است، از میان برده است. کره جنوبی امروز، صادرات کره جنوبی در جهان، صادرات الکترونیکش، صحبت حوله درست کردن و پارچه درست کردن نیست که اونها هم جای خود دارن. صادرات اتومبیل کره جنوبی به آمریکا بیشتر از وارداتشه. صادرات الکترونیک، محصولات الکترونیک کره جنوبی در اروپا محصول اوله. و میدونید که بلند مدیران بلند پایه کره جنوبی به ایران می آمدند آقا برای کارآموزی در بنگاه‌های خصوصی کشور. این بود وضع ما. امروز دانش آموختگان ما بیکار، بزرگترین رقم بیکاران در کشور ما از جمله نصیب دانش آموختگان. این فاجعه است به دو دلیل. نخست بیکاری فاجعه است برای کسی که از دانشگاه میاد بیرون. این باید لابد تشکیل زندگی بده، خونه بخره، کارشو بکنه. اون موقع که شروع بکنه به خونه با قسط خریدن، سالای آخر کارش قسطش تموم میشه. حالا این کی شروع بکنه به خونه دار شدن؟ کی شروع بکنه به خانواردار شدن؟ گذشته از اون فاجعه دوم این است که ما در عصر اقتصاد دانش بنیاد هستیم و ما نمیتوانیم دانش آموختگانمون رو به کار بگماریم. یعنی این وضع اقتصاد ماست که دانش رو نمیتونه به کار بگیره، در حالی که اقتصاد دنیا اقتصاد دانش بنیاد است. میدانید من الان از جمله واحدهایی که تدریس میکنم اقتصاد روی اینترنته. چند وقت پیش یه گروه بزرگی از فرانسه میرن کره جنوبی که وضع اینترنت رو در این کشور بفهمن چطوریه، الهام بگیرن برگردن کشور خودشون. آقا اینا کارآموز بودن در ایران. من با نهایت احترام دارم صحبت میکنم، منظور تعصب میهنی نیست، اینا گزارش است. این میدانهای مشترک نفت و گاز که ما داشتیم، آقا ما کارشناس نفت میفرستادیم برای اینکه کشورهای منطقه بتوانن صنعت نفت خودشون راه بندازن. تمام نفت پارس جنوبی رو، تمام گاز پارس جنوبی رو کشور قطر، نه تمامش رو ولی مرتب داره میبره به طریقی که سالی 42 میلیارد دلار ضرر به منفعت کشور ماست. شما همین 42 میلیارد دلار رو فکر کنید این سرمایه گذاری بشه و چقدر تعداد بیکار کم میشه. میفرمایید آیا اقتصاد ما توانش آن را دارد که اقتصاد پویا بشود؟ آقا کشور ما مأموریت آن را دارد که وارد همچین منطقی و پویایی بشود، ولی به شرطی که با رانتخاری مبارزه بکنه. و این صحبتی است که شوربختانه من در صحبت‌های آقای روحانی نمی‌بینم. یک بار پیش از تشکیل کابینه این را گفتند و بعد دیگه از این صحبت نکردند. گویا زهر چشم از ایشان گرفتن. برای همین است میگویم بزدل نیستن. میدانم چگونه زهر چشم بگیرن. آقای محمدی، تحلیل و تفسیر شما رو میشنویم در این زمین. ببینید جناب چلنگی، واقعا هم
خب اشاره کردن به مسائلی که قبل از انقلاب وجود داشت، شرایطی که ما داشتیم، و واقعا اگر اون روند جلو می رفت الان در جایگاه دیگری قرار داشتیم، شاید جایگاه کره جنوبی رو ما می داشتیم. چرا که نباید ما یک اقتصاد شکوفا داشته باشیم؟ ببینید، از نظر سرمایه انسانی واقعا این جوانهایی که هستن، این نسل بعد از انقلاب، نسل دوم بعد از انقلاب، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه جوانهای بسیار آگاه، اندیشمند، در هر زمینه واقعا دارای قابلیت هستن. خب ما سرمایه انسانی رو داریم، سرمایه مالی رو هم داریم. فقط در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد 750 میلیارد دلار درآمد نفت بود. واقعا رقم بسیار زیادی است که در نظام گذشته در طول سالها و چندین دهه ما این رو نداشتیم. و بعد سرمایه های دیگر هم و جایگاهی که داریم اساسا از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از هر جهت وقتی بهش نگاه بکنید، ما واقعا شایستگی و لیاقت اون رو داریم و اساسا باید هم بشود که یک اقتصاد مرفه برای همه طبقات داشته باشیم. ولی آمدن چه کردن؟ خب همون جوری که اشاره کردن، با رانتخاری و با دزدی و چپاول و اینا و با سوء نیت و سوء مدیریت، اساسا اون طبقه متوسط از بین رفته. یک گروه هستن در بالا، درصد اندکی واقعا همه ثروت دستشون هست، بقیه گرفتار مسائل بیکاری و غیره و زالک هستن که واقعا تورم و این فشار اقتصادی خوب داره به زانو درشون میاره. خب این رو میشود اصلاح کرد به شرطی که بخواهند اصلاح کنند. شما در زمانی که یعنی چی ببخشید اصلاح کنن یعنی چی؟ یعنی همین نظام رو میشه؟ نه خیر، نه منظورم از نظر سیاسی نیست. این مسئله اقتصادی رو حتی در همین نظام هم اگر بخواهند، شما ببینید وقتی که بچه های ایران خانه ندارن، مسکن ندارن، دست فروشی میکنن تو که ما میریم در ونزوئلا خانه سازی میکنیم برای اونا، ما میریم در عراق یا مثلا فرض بکنیم در لبنان جاده سازی میکنیم، بیمارستان درست میکنیم، بچه های خودمون دارن پرپر میشن. و یعنی بعد خیلی علنی بدون اصلاحات سیاسی میشه به اصلاحات اقتصادی دست زد؟ نه خیر، نه نه، من اصلا بحثمون نیست. من منظورم این استش که اگر این نظام نظام اسلام سیاسی نبود، اگر به منافع ملی فکر میکرد نه منافع شیعی که میخواهد خلافت شیعی درست بکند در منطقه و بعد در جهان، اساسا ما وضعمون چیز دیگری بود. منتها دیدی که رهبران انقلاب داشتن، رهبران این حرکت داشتن، این بود که اصلا اقتصاد مسئله نیست. همین الان آقای علم الهدا میگوید آقا اون چی که مهمه دین مردمه، چون جانشون رو واسش میدن. آقای مصباح یزدی میگوید شکم سیر کردن که کار مهمی نیست، باید ما مردم رو به بهش بفرستیم. همین الان هم دعوا بر سر این است که انقدر، معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، مردم رو در گمراهی و در جهل و خرافه نگه دارن، ولی این هم یه حد و اندازه ای داره. اما اگر میخواستن بر اساس منافع ملی حرکت بکنن، ما اقتصاد لااقل از نظر اقتصادی وضعمون این نبود. ولی در نظام جمهوری اسلامی که بنیانش بر مبنای مذهب است، چنین کاری شدنی نیست. یک بار من یادم هست آقای دکتر اسدی در یک سخنی برای مصاحبه گفتن اقتصاد بازار محور باید باشه، باید واقعا ما خصوصی سازی بکنیم، نه اینکه الان انحصارات دولتی تماما دست نهادهای نظامی و امنیتی و غیر. کجای دنیا سپاه پاس ارتشش یک بار 70% اقتصاد رو در اختیار میگیره؟ خب وقتی این هست، به قول معروف بلد یک بلا چغندر دیگه، خب یه همچین وضعی هم پیش میاد. ولی ما واقعا شایستگیشو داریم از نظر یک کشوری که همه جور سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی همه چیز کشور استثنایی هستیم. جناب چارنگی، ما شایستگی اون رو داریم. آقای اسدی، واقعا نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران تا چند اندازه
از چه درجه اهمیتی برخورده؟ بله جناب چارنگی، بفرمایید در کجا سپاه پاسداران فعالیت نداره؟ سپاه پاسداران ببینید، برخلاف یا متفاوت از تحلیلی که بسیاری از دوستان میکنند، من قدرت یک بالا رو، دست بالا رو در کشور، مقام معظم رهبری که گویا ولی امر شیعیان در کل جهان هم هستند، لابد با میل باطنی شیعیان جهان، من قدرت برتر رو ایشون نمیدونم. کشور ما دست سپاه پاسداران است. امیدوارم افتخار اینو داشته باشم در برنامه شما بتونیم مفصلتر اقتصاد راندخاری و تحولش رو از آغاز تا به امروز نشون بدیم. کشور ما دست سپاه پاسداران. امتیاز بزرگی نیست در کشور که منتقل بشود مگر آنکه از در دست یا از دستی به دست دیگر سپاه پاسداران باشه. شما خاطرتون هست در زمان آقای خاتمی، که اون زمان زمانی بود که یک چرخش قطعی در اقتصاد ما بود و سپاه پاسداران راندخار فرادست در کشور شد. سپاه پاسداران سیاست خیلی روشنی دارد: یا امتیاز را به زبان خوش به اون میدهید، چنان که قرارداد کشیدن خط لوله اصلویه رو آقای احمدی نژاد به قول خودشون با ترک تشریفات، با ترک تشریفات معنی خاصی داره دیگه، یعنی ما کاری به قانون و مناقصه و رقابت و حق بقیه شهروندان نداریم، اینو تشریفات ترکش میکنیم. اینو دادن 1 میلیارد و عنایت کنید 1 میلیارد و 300 میلیون دلار، نه تومن، دلار، اینو دادن به سپاه پاسداران با ترک تشریفات. یا با زبون خوش این امتیازها رو به اون میدن، امتیازهای بسیار دیگری هم گرفتن، هنوز هم میگیرن، کما اینکه الان شهرداری امتیازات بسیار زیادی به اوشان داده است، یا اینکه اینو با خشونت میگیرن. میدونید که سپاه پاسداران در زمان آقای خاتمی فرودگاه امام خمینی رو با توپ و تانک اشغال کردن. کودتا یعنی همین، منتها در زمینه اقتصادی. سپاه پاسداران دکل یک شرکت نفتی رومانیایی رو عملاً اشغال کرد. سپاه پاسداران شرکت اورینتال کیش رو با زیر فشار کشیدن و به زندان انداختن و در بند کشیدن مدیران اصلی این، حالا مدیران اصلی این کی بود؟ یکی از کسانی بود که در نشست‌های اول مذاکره‌های اتمی جزو تیم ایران بود، سیروس صابری. جالبه، اینم به زندان انداختن تا اینکه اون شرکت هم تصاحب کنه. تمام امتیازات بزرگ کشور در دست سپاه پاسداران. یک نکته کوتاه دیگر عرض کنم و در این مورد پاسخم رو جمع‌بندی کنم. آن چیزی که نگران کننده است در زمینه اقتصادی در دولت آقای روحانی این است که الان خدمتتون عرض میکنم. آقای روحانی ببینید بهترین تیم اقتصادی رو در روزگار جمهوری اسلامی در اختیار داره. با وجود این، آن چیزی که باعث نگرانی من است، ایشون از مشکل اصلی آگاهی دارن اما به اون نمیپردازن. چطور میدونیم که از این مشکل آگاهی دارن؟ چطور میدانیم که با آن برخورد نمیکنن؟ اولا تمام تیم اقتصادی ایشون از دور به نزدیک در زمانی که در قدرت نبودن به نقش سپاه پاسداران و انحصارات و راندخاران اشاره داشتن. گیرن راندخاران رو، چون ما اپوزیسیون میگفتیم، میدونید که تفاوت ویژگی جمهوری اسلامی این است که آنچرا که اپوزیسیون میگوید بین 5 تا 10 سال بعد خود رژیم میگوید. حالا منطور راندخاران اگر بگوین چون بحث اپوزیسیون کرده از زشت است، میگوین ویژه خاران. بله همین، تمام تیم اقتصادی آقای روحانی در مورد ویژه خاران، انحصارگران صحبت کرده بودن و حتی اشاره به سپاه پاسداران. خود آقای روحانی قبل از تشکیل کابینه یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن و در پاسخ به سوال در مورد اقتصاد خودشون به روشنی گفتن که چرا ما راه دور بریم، مهمترین مشکل کشور انحصارات هستن. پس آگاه. بعد گویا این کسایی که بزدل نیستن و خدمتتون عرض کردن به ایشون توصیه کردن که چنین صحبت‌های نیکو نیست، کما که با آقای خاتمی کرده بودن.
گفته بودن صبر ما اندازه‌ای داره، طاقت ما اندازه‌ای داره. آقای روحانی بار دوم که نشستن خیلی ملایم‌تر صحبت کردن، گفتن ما نگفتیم سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی نباشن، همه میدونن که سپاه پاسداران محبوب دلها هستن، سه چهار تا پروژه بزرگ بگیرن. خب شوربختانه بعد از اون هرگز دیگه اشاره‌ای نمی‌کنن، کمان که سندی رو که برای برون رفت از رکود تورمی منتشر کردن یک کلمه از انحصارات صحبت نمیشه در صحبت. خب بله آقای اسدی، ببین مشکل هست یا این خصوصیت برای رسیدن به قدرت در همین ساختار جمهوری اسلامی میشه حرفایی رو زد که حرفای مردمه، ولی وقتی به قدرت رسیدین کار دیگه ایه. من یادم میاد یک بار آقای ابوالحسن بنی صدر صحبتی میکرد، همون زمانی بود که دو دستگی به وجود اومد. آقای بنی صدر پیش شما هست در همون فرانسه، اگه دسترسی دارید این رو ازشون میتونید بپرسید اگر ارتباطی هست. ایشون و مرتب در تجمعاتی که ایشون بود حمله میکردن حزب الله، و اون موقع تازه اسم حزب الله افتاده بود رو زمان، و حمله میکردن. ایشون کارتا رو در می آورد و کسانی رو که میگرفتن از این حزب الله و میگفت من افشا میکنم، من افشا میکنم که کی هست رهبر اینها، رهبر این حزب الله بود. یک روز گزارش که به تلویزیون افتاد و همین حرفا رو داشت میزد، یکی از دوستان ما بسیار سریع به ایشون گفت وای بنی صدر شما نمیخواد که افشا بکنید، برای که حزب الله خودش داره در خیابون داد میزنه، فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، شما اگر میخواهید کاری بکنید با این آقای روح الله آیت الله خمینی باید در بیفتید، تفره دارید میگید از اینجا. چون افشا کردنی نیست، خودش داره با صراحت داد میزنه. آقای اسد ببینید، آقای روحانی هم نمیتونه استثنایی شاید از بنی صدر باشه، نیست؟ خب البته یک مقداری جمشید عزیز به آقای بنی صدر کم مهرید، بنی صدر نکات مثبتی هم در کارنامش داشت در مقابل با اینا. جمشید عزیز نه، مسئله بیمهری نیست، قیاسی است از یک بابت. طبعا تفاوتایی هست بین آقای بنی صدر و آقای روحانی و بقیه، اما از این بابت که تشخیص سرچشمه مشکلات در جمهوری اسلامی چندان کار مشکلی نیست، و در لفاف صحبت کردن جنگی پشت پرده ولایت در جریان هست و هر از شنگایی با اسامی مستعار به این جنگ اشاره میشه، مثلا آقای سین میم میلیارد ها دلار رو حیف و میل کرد. آقای سین میم خب بیایید بگویید اگر واقعا دارید قانون رو رعایت میکنید، این رو در باره همم رعایت کنید، نه اینکه چون خودیست و رقم ناچیز چند میلیارد دلار است. بله از این زاویه آقای چارنگی 100% با شما موافق هستم، به ویژان که دو ایراد میشه در این مورد با آقای حسن روحانی گرفت. یکی این که اگر کتاب بفرمایید جمشید جان، چون بفرمایید چشم دو ایرادی که به آقای روحانی میتوان گرفت این است که اگر در چند هفته آغازین زمامداری ایشون نمکی داشت افشاگری های آقای روحانی و تیم ایشون از تیم آقای احمدی نژاد، امروز دیگر ملال‌آور شده است. ما منتظر نتیجه هستیم. دوم این که این شیوه رو که تا روز آخر آقای احمدی نژاد داشت که لیست رو از جیب در می آورم و افشا می کنم، آقای روحانی نکنن، واسه این که ایشون دولت بسیار وزینتری دارند و این کار درستی نیست. به نظر من راندخاران مشخص است کی هستند، عمدتاً سپاه پاسدارانن، آقازادگانن، بنیادها هستند. اگر قرار است مبارزه‌ای بکنند، بسم الله، نشان دادند که دست کم میتوانند صداشون رو بلند بکنند و متعرض بشوند گروهی رو که کارشکنی میکنند در زمینه پرونده هسته‌ای. در مورد اقتصاد هم دست کم باید این کار رو بکنند. بله آقای محمدی تفسیر شما رو میشنویم. ببینید یک اقداماتی هم در این دوران در حال انجام شدن هست که در دوره احمدی نژاد حتی انجام نشد، از جمله این داستانی که به اسم تفکیک جنسیتی هست. حالا صحبت اقتصاد هم هست در میون، آقای علم الهدا هست ایشون گفته، بله اگر اشتباه نکنم، که
ساپورت پوش های بانوان ساپورت پوش باعث لطمه زدن به اقتصاد کشور شده. ببینید که الان آرزویی که جمهوری اسلامی داشت از روز 23 بهمن ماه تا به امروز ظاهرا در دولت آقای حسن روحانی و همزمان با این دولت هست داره بله. عملی میشه، جدا کردن زن و مرد از هم، فرستادن زنان کارمند از ادارات به خانه ها، و این رو هم با منتی هم بر سر مردمان به خصوص بانوان گرامی ایرانی گذاشتن که به خاطر خود شماست که راحت باشید و مقام و شأن شما حفظ بشه. و بعد این صحبت هایی که ملایان شیعه بر منبر خوب بسیار کردن. بله، اجازه بفرمایید پیش از اون یک همون اشاره کوتاه بکنم به وضعیت اقتصادی. ببینید آقای روحانی نمیتونه حریفشون بشه. الان اشاره کردن که واقعا سپاه دستش گرفته تمام طرح‌های اقتصادی رو. آقای حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید آقا از این به بعد طرح‌های نفت و گاز رو به سپاه واگذار نکنید. اصلا کسی تا به حال نیامده توجیه بکنه که با چه توجیه اقتصادی شما دارین طرح‌های نفت و گاز و کشتی رانی و از هر بیزینس و کاسبی که شما بگید. توجیهش بسیار ساده است. در این ساختار اگه به سپاه واگذار نکنن، چون قرار فقط افرادی که در این ساختار هستند کار کنن. خب باشه، باید به انجمن عزاداران مسجد نارمک محول کنن. چرا جناب چلنگی؟ جامعه روحانیت مبارز یا چرا روحانیون فلان ایناست دیگه. خب چرا نه که قرار اقتصاد کشور در دست یک عده محدود باشه که در دایره قدرت هستن، شما ببینید چه کسایی در این دایره قدرت هستن. همین هم دیگه. خب باشه، زنای میدون سید اسماعیل هست، فوقش مثلا اون زنجیر زنا یک دو تا متخصص هم داشته باشه. بفرمایید. نه همه اونا رو دارن، اونها هم دارن، یعنی اینجور راندخاران این میانه رو هم دارن. اشاره کردن که اگر بخواد وارد میدان بشه باید با آقازاده ها طرف بشه، با بیت رهبری طرف بشه، با خود سپاه طرف بشه. نخواهد توانست. اما در همین میانه میبینیم که یک باره مطرح میکنند با این همه مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره مسئله تفکیک زن و مرد. به قول شما میان حالا میگویند که برای اینکه کرامت زنان حفظ بشود، یا اون آقای طلایی معاون شورای شهر واقعا حرفایی که میزنه آدم شرمش میشود که تکرارش بکنه. آقای علم الهدا و احمد خاتمی اینا جای خود دارن، ولی شما میبینید آقای قالیبافی که به هر حال میگویند یکی از آدمایی که خیلی بازتر و روشنتر و نمیدونم امروزی تر است، میاد یه همچی کاری رو در شهر چه کسانی میگویند آقای محمدی؟ آقای قالیباف حضورتون عرض کنم وقتی که مسائل مربوط به انتخابات مطرح بود، اگر حتما خوندید مطالب و گزارش هایی که حتی این جمهوری، حتی این اپوزیسیون صادراتی از اون ور اومده به این ور می نوشتن، آقای قالیباف رو یک تافته جدا بافته میدانند. بله سعی برای این بود. بله بسیار هست. خب. اون تو یادمون نره که خود آیت الله خمینی در نفل و شاتوی فرانسه حرفای به مراتب زیباتر و بله اون تا از جنس دیگری زده. بله موقع انتخابات خیلی حرفا میشه زد. بفرمایید. بله حالا مثلا این هستش که نباید میرفت آقای قالیباف در سرکوب ها چه نقشی داشت؟ یادمون نره آقای قالیباف. نه خودشون گفتن. خود آقای قالیباف گفتن که ما چوب به دستمون میگرفتیم با موتور رو همونجا داشتیم مبارزه میکردیم در میدان. به هر حال آمدند حالا مسئله زن و مرد رو مطرح میکنن. اندک اندک پارک های جداگانه درست بکنیم. بعد یواش یواش ادارات رو آمده است، گفته است آقا نیروی انتظامی. آخه بابا مملکت اصلا مثل که قانون و اینا نداره که اقلا مجلس تصویب بکنه. نیروی انتظامی اعلام کرده که ما نمیخواهیم زن و مرد رو تو جامعه از هم جدا بکنیم، بلکه فعلا از حضورشون در ورزشگاه ها جلوگیری میکنیم، که این اصلا از نظر اسلامی خیلی مهم است. ولی هیچ کس نمیگوید آقا اگر میخواهید کاری بکنید پس این مجلس به چه درد بخوره؟
اقلا بردارید یه تصویب نامه، یک قانونی به تصویب برسونید. نه، خیلی خیلی بیدر و پیکره. حالا هم مردم رو مشغول کردن با مسئله جدا کردن زن و مرد. اگر هم بهشون فرصت بدید که میرسن به اون مرقه هم میرسن که اساسا جامعه رو دو تیکش بکنن، زنانه و مردانه. زمان آقای احمدی نژاد میگفتن اگر ایشون بیاد پیاده رو هم زنون و مردونه خواهد شد. حالا مثل این که دوستانشون الان رو مناسب پیدا کردن برای یک چنین کاری. خب پرسش این هست در ارتباط با بخش نخست صحبت آقای محمدی و همینطور آقای اسدی اشاراتی کردن. پرسش من این هست، امیدواریم در برنامه‌های دیگه بپردازیم، نظامی که از اساس رهبر و بنیانگذارش گفت تعهد مقدمه بر تخصصه. ما آدم‌های متعهد می‌خوایم و نه لزوما متخصص. آیا نباید سرانجام سر از همینجا در بیاره که در دایره متعهدین به حکومت و نظام هست که مشاغل تقسیم میشه؟ بنابراین توقعی نمیشه داشت که این چون نظامی بیاید و تخصص رو مرجع و به ارجح بدونه بر تعهد. این پرسشی است که در برنامه های آینده مطرح خواهیم کرد و پرسش های بسیار. اینکه چرا در بزرگترین و مقدسترین اماکن مسلمانان جهان مکه، کعبه، زن و مرد در کنار هم نماز میخونن، طواف میکنن، اما در تهران پایتخت ایران و شهرهای ایران و روستاها زن و مرد نمیتونن حتی در ادارات کنار هم باشن یا حتی در اتوبوس؟ این پرسش ها رو در برنامه‌های آینده مطرح خواهیم کرد. سپاسگزار هستیم آقای جمشید اسدی عزیز و آقای ناصر محمدی گرامی. با سپاس بسیار از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری، الوند، کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.